برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. با توجه به نزدیک شدن ایام زیارت شعبانیه و میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، صدها نرده ویژه حرکت زائران در مناطق منتهی به شهر مقدس کربلا و خیابانهای اطراف حرمهای مطهر نصب شده است. هدف از نصب این نرده ها هدایت زائران در مسیرهای درست، کاهش ترافیک رفت و آمد افراد و تسهیل در مسیرهای حرکت زائران است. بخش فنی و مهندسی آستان مقدس حسینی با صدور اطلاعیه از نصب این نرده ها توسط این اداره خبر داد. یک گزارش تازه نهاد ناظر خاورمیانه نشان می‌دهد که با وضع برخی قوانین جدید، دستیابی به اهداف آموزشی برای زنان مسلمان در هند دشوارتر خواهد شد. مدافعان حقوق مسلمانان می‌گویند در کنار وضع برخی محدودیت‌ها در قوانین، بودجه‌ای که برای اقلیت‌ها و زنان تأثیر می‌گذارد نیز کاهش یافته است. به گفته آنان، زنان مسلمان هندی از حق انتخاب پوشیدن گرفته تا حق آموزش و کار در خطر از دست دادن همه حقوقشان هستند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها اخیراً بیش از 1000 دانش آموز دختر مسلمان در 5 منطقه کارناتاکا در جنوب هند در جریان مناقشه حجاب ترک تحصیل کردند. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، دیروز سفر 2 روزه خود به ترکیه را به پایان رساند و در آنجا با کودکان و خانواده‌های آسیب دیده از زمین لرزه‌های قدرتمندی که در اوایل ماه جاری جنوب شرق ترکیه و شمال سوریه را لرزاند ملاقات کرد. راسل بر اهمیت خدمات اجتماعی از جمله آب و فاضلاب و حمایت روانی اجتماعی از کودکان آسیب دیده تأکید کرد. در سراسر مناطق زلزله زده ترکیه 2.5 میلیون کودک به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف همچنین در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که کودکان بتوانند هرچه زودتر به یادگیری بازگردند. این سازمان در حال ارزیابی خسارات وارده به مدارس و آماده سازی برای تعمیرات فوری و ایجاد فضاهای آموزشی موقت است. یک مسجد 1000 ساله شیعیان در قلب قاهره پایتخت مصر پس از بازسازی‌های گسترده که بیش از 5 سال طول کشید بازگشایی شد. به گفته سرتیب هشام سمیر، یکی از مقام‌های وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر که در مراسم بازگشایی این مسجد سخنرانی کرد، کار بر روی مسجد حاکم به امر الله از سال 2017 آغاز شد و شامل تعمیر آسیب ها و شکاف های دیوار های آن بود. همچنین وسایل چوبی از جمله درهای مسجد، منبر آن و کاشی های چوبی تزئینی نیز ترمیم شدند. شاید ذکر است دوربین های امنیتی و همچنین سیم کشی های برق کارآمدتری برای سرویس دهی به فضاهای داخلی و حیات بزرگ مسجد نصب شد. سرتیپ سمیر گفت مرمت‌های پیچیده‌ای نیز در نماهای مسجد و کف مرمر انجام شده است. حجت الاسلام و المسلمین شیخ جلال معاش، نماینده بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظلو، در مراسم افتتاح حسینیه هیئت ابیذر غفاری در شهر بیروت کشور لبنان شرکت کرد. وی طی سخنرانی در جمع حاضران به بیان مطالبی در بزرگداشت اعیاد شعبانیه و شخصیت حضرت امام حسین علیه السلام و همچنین تعظیم شعائر حسینی پرداخت. در این مراسم جمعی از مؤمنان و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند.